مهاجم انتحاری شامگاه یکشنبه گلپاچا مجیدی عضو مجلس نمایندگان را هدف قرار داد. گفته شده او برای حل مناقشه میان دو قوم در ولایت پکتیا جرگه مردمی را در شاه شهید کابل فرا خوانده بود و پس از ختم جرگه زمانی که از ساختمان بیرون میشد هدف انتحار کننده قرار گرفته است. با گفته پلیس در این رویداد 3 تن به شمول یک کودک کشته شده و 8 فرد ملکی به شمول این عضو مجلس زخم برداشتند. نفر است که غلط فهمی نشه و 8 نفر زخمی. وکیل صاحب گلپاچا مجیدی خوشبختانه که آسیبی که قابل تشویش باشه به او نرسیده و فقط 1-2 چهره اما تو بسیار سردی در پایش خورده، او هم در استخوان نه بلکه در نرمی پایش. باشندگان محل که نگران بدتر شدن اوضاع امنیتی در کابل اند میگویند صدای انفجار به حد سنگین بوده که صدها متر دورتر شیشه های منازل شکستند. از سوی هم رئیس جمهوری افغانستان نیز از آقای مجیدی در شفاخانه دیدار کرده است. دیدیم اینجا بسیار مرده افتاده، چندین دانه افتاده، هیچ کس خدا گرفتن هم میتونست بیارش. چرا که ما سابق کرد راکت میامد خود دلت جمع بود میترسیدی که این راکت دهی جمعی خورا میرفتیم کلا پشتا مجرم میشدیم یا تایمنی. حالی تو یک گال روز است هیچ نمیفهمیم که چرا کم است. یک موتروان شهید شویده او نور از یو داکتر ده اگه سه یو ماشوم هلتا کار که ولاغا شهید شویده، یو بل نفر ده چه اگه ملامی گی نغم شهید شویده، یو 4-5 نفر از زخمیان ده. این دومین حمله خونین انتحاری در کمتر از 6 روز گذشته در پایتخت بوده که عمدتاً قربانیان غیر نظامیان افغان بوده است. رئیس جمهوری افغانستان هم میگه که در این سال کشور از رهگذر امنیتی با دشواری‌های روبرو خواهد بود. فاد ناصری، آریانا نیوز.